کرونا در هر جای دنیا محدودیت‌های کمی و کیفی ویژه‌ای دارد، اما در ترکیه قوانین ضد کرونایی پیچیده و هر روز به روز رسانی می‌شود. قرنطینه‌ها که آخر هفته‌ها اجرا می‌شود، بستگی به شرایط چند روز خواهد بود معلوم نمی‌شود. برای هر گروه سنی محدودیت‌ها متفاوت است. به عنوان مثال شهروندان بالای 65 سال تنها هفته‌ای دو روز اجازه بیرون رفتن از خانه دارند. 3 ماه اول دیشمی غایب ettim. 3 ماه همسرمو از دست دادم و تنها هستم. اولین باریه که تونستم بیام بیرون قدم بزنم. زیر 20 سالی‌ها هم دو روز پیش 4 ساعتی بیرون رفتن. دفعه بعد هنوز معلوم نیست. دو ماه خونه موندیم. اومدیم بیرون اما چه فایده داره؟ فقط 4 ساعت اجازه داریم. دوباره باید برگردیم خونه. امروز روز هشتم قرنطینه های آخر هفته ای آغاز شد. این بار 15 استان به مدت 4 روز. هفته بعد چند روز باشد و در چند شهر استان نامعلوم. کارشناسان ستاد مقابله با کرونا معتقدند این مقررات دست و پاگیر باید مدتی ادامه دار باشد. این روند معلوم نیست کی تمام شود. حداکثر باید فاصله اجتماعی و خانه ماندن را برای مدتی تحمل و رعایت کرد. اما بیشتر مردم محدودیت‌های پیچیده را به امید پایان زود هنگام سپری می‌کنند. دولت و مردم ترکیه امید دارند با کنترل کرونا و کاهش محدودیت‌ها تا پایان ماه رمضان زندگی عادی را دوباره تجربه کنند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.